یک چیز بین کتاب فروش هست میگن که او کسی که پول داره دمال کتاب نمیه و کسی که دمال کتاب میگه پول نداره. کتاب فروشی در ایام قرنطین مثل تمام جاهای دیگه بلت اما قانون و شرایطی که دولت گذاشته بود تعطیل بود. دو فصل سمسترهای درسی که بود کتاب فروشی یکم بهتر بود اوضاعش، اما تابستان و زمستان که دانشگاه و مکاتب رخصت میشد باز هم تا آشفته بود، وضعیتشان خرابتر بود و کرونا و قرنطین هم که کلن خراب کردی اوضاع را. قرنطینی که فعلا در کابل وجود داره و چند ماهش هم که تیر شده فعلا هم هست، این یک فرصت خوبی برای مطالعه بود که تا کسایی که نمیتونستن در جار جنجال هایی که در گذشته داشتن نمیتونستن مطالعه بکنن، ولی فرصت خوب برای اونا بودن. اما متاسفانه بگیم که چون در دو ماه اول کلان مارکت ها بسته بود و بعد از او هم کتاب ها مشتری ندارن، یعنی کسایی زیاد بیشتر مطالعه نمیکنن که کتاب از اینجا ببرن و بیارن، فعلا ما که میبینیم آمار مطالعه خیلی کم است متاسفانه. یک مشکل اساسی است که فعلا بیکاری هم به اوج خود رسیده، قیمتی هم به اوج خود رسیده و میتونه دلیل عمدهش اینه میباشه که پول در بین مردم کم شده و آنها فقط برای رفع ضرورت های اساسیشان تلاش میکنن و بعضی چیزایی که مثلا در درجه دوم قرار دارن اونا رو میگذارن. ولی در دوران قرنطین فرصت کتاب خانی و مطالعه بود زیاد، ولی مشکلات اقتصادی باعث شد که مردم زیاد کتاب نخرن، فروش کتاب چندان خوب نبود دیگه. در شرایط قرنطین چند عامل بود که مردم فرصت داشتند که کتاب بخونن اما تعداد را نخوندند. یکی خودش خود قرنطین بود، زیادتر مکان ها بسته بود. مثلا من خودم چندین بار اقدام کردم که کتاب بخرم اما مکان ها نبود، بسته بودن. و یک دلیل دیگه ایش است که در شرایط قرنطین مکمل از نگاه اقتصادی بسیار مردم ضربه اقتصادی دیده بودند.